parar, ir arriba o derrière moi. Param, 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 il me fait le coup du souligne à toi. Param, 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 c'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, les airs qui sait tout par le cœur. بینندگان گرامی، درود فراوان به شما از پاریس گرم و آفتابی. پاریس و ایرانیان مقیم این شهر طی این سالها تغییر زیادی نکردند. تنها تغییری که به چشم می‌خورد کم شدن فعالان سیاسی است در این شهر و همچنین کوچک شدن جامعه ایرانی در پاریس. چندین شغل ایرانی که در این شهر فعال بودند، صاحبانشان وارد جامعه فرانسه شدند و مراکز قبلی را ترک کردند یا تعطیل و به دیگران واگذار نمودند. البته این رو باید در نظر داشت که پاریس ناف جهان است و هیچ کشوری به اندازه پاریس توریست ندارد. برگاه شما به این شهر سفر میکنید، میشه گفت که با جهان سر و کار دارید. دیدگاه های کاملا متفاوت مردم جهان در مقابل شما قرار میگیرند در هر کافه‌ای. به هر حال این شهر تفاوت فراوانی با تهران یا لس آنجلس دارد که آنها در سایه قرار میگیرند. ایرانیانی که در این شهر فعالن، یعنی فعالان سیاسی، آنها هم پس از تجربه 34 ساله جمهوری اسلامی با دید دیگری به مسائل سیاسی روز می نگرند. میشه گفت که آنها به دو گروه تقسیم شدند که البته هر دو خواستار تغییر رژیم ایرانند. یک گروه مایلند که با نفوذ در جمهوری اسلامی باید آن را تغییر داد و گروه دوم که گسترده تر هم هستند معتقد هستند که سرنگونی رژیم در مرحله اول است. سرنگونی رژیم در مرحله اول است و تغییرات در قانون اساسی در مرحله دوم. به هر حال کلا فعالیت های سیاسی در سایه قرار گرفته در این شهر و به وضوح می شدید که تعداد ایرانیان نسبت به قدیم بسیار کمتر شده و آنهایی هم که باقی ماندند پاریسی شدند. پاریسی به معنی شهروند شدن، نه شیک و مدرن. مردم پاریس اصولا اکثر وقتشون رو در کافه ها میگذرونند و به همین دلیل هم برخلاف لس آنجلس همه به هم نزدیکترن و به جای دست دادن میبینید که اکثرا همدیگر را میبوسن، نه یک بار، نه دو بار، بلکه سه بار. و اگر شما برای سلام علیک دستتان را دراز کنید، به این معنی است که به نسل گذشته یا کشور جهان سوم و یا آمریکا که هنوز روابط در آنجا ماشینی است تعلق دارید. به هر حال اگر شما در پاریس زندگی می کنید، همیشه احساس جوانتری خواهید داشت. حالا انتخاب با خود شماست. به امید دیدار، موفق باشید. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. من اخیراً مقاله‌ای رو از شما مطالعه کردم در ارتباط با آلترناتیو سازی، بله یا خیر؟ بله، این در حقیقت به این تاریخ که خدمتون هستم برای انجام این گفتگو آخرین نوشته من است که طبق معمول بر روی سایت گویا نیوز است و بعد متوجه شدم که بسیاری از سایت‌های دیگه اینو روی شبکه اینترنت منتقل کردم و بر روی سایت خودشون گذاشتم. بله، این سوال اینطور من مطرح کردم که بالاخره آلترناتیو سازی باید کرد در شرایط کنونی ایرانی، به ویژه بعد از این سرخوردگی های فراوانی که ناخرسندان ایرانی از جمله خود من در ارتباط با تغییر و تحول در ایران داشتیم. میدونید بعد از سرخوردگی در مورد تجربه ناکام آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور که نگذاشتند اصلاحات را حتی در حد و قواره‌ای که میتواند آشتی پذیر باشد با جمهوری اسلامی انجام بدهد و بعد اتفاق ناگوار ترک چرت کنم اما اتفاق ناگوار دیگری که افتاد
در انتخاب آقای محمود احمدی نژاد بود، به خصوص دور دوم که باید به طور روشن گفت که کودتای انتخاباتی خرداد 1388 و اینکه حتی کسانی رو که از صافی شورای نگهبان خود گذشته بودن و بر نتابیدند و رأیشون رو بر نگزیدند. خب در این شرایط این سوال مطرح میشه که آیا ما کماکان باید همدلی داشته باشیم با تغییر و تحولات اصلاح طلبانه در درون ایران، یا اینکه میتوان نیز فکر کرد به آلترناتیوی خارج از آنچه که ممکن هست در درون جمهوری اسلامی. من این سوال رو مطرح میکنم بیشتر در ارتباط با نشستهایی که شما اخیراً در شرکت داشتید، استکهلم و بروکسل، چون میدونم فعال سیاسی هستید به غیر از اینکه استاد دانشگاه هستید در پاریس. بله، به اون خواهم پرداخت. اگر اجازه بفرمایید به یک نکته کوتاه اشاره بکنم و به اون بپردازیم. ببینید، من سه جور آلترناتیو رو مطرح کردم در اینجا و گفتم اگر آلترناتیو باشد سراغ کدام باید رفت. یک آلترناتیو، یک گزینه، در حقیقت گزینه شتابان نام نهادم و این گزینه کسانی است که متوجه شرایط بسیار سخت ایران شدند و متوجه شدند که جامعه جهانی دیگر سر آشتی ندارد با تنش افروزی های جمهوری اسلامی و این احتمال رو میدهند که متاسفانه این احتمال رو نباید از نظر دور داشت و امیدوارم این اتفاق نیفتد، که ممکن است جنگ علیه جمهوری اسلامی صورت بگیرد. متاسفانه جنگ علیه جمهوری اسلامی جنگ علیه کشور ما خواهد بود، ولی خب این احتمال هست با این تنش افروزی ها. الان یه عده‌ای به دنبال آلترناتیوی هستند که به سرعت ساخته بشه و به سرعت بتوانند به جامعه جهانی بگویند که خب اگر جنگ بشود و نظام سقوط بکند ما آلترناتیو هستیم که میتونیم جایگزین اون باشیم. منتها من با این آلترناتیو موافق نیستم، چون این آلترناتیوی است که زمان ساخته شدن نداشته است، شتابان است، یک بار مصرف است در حقیقت و ارتباطی با کشور و مردم ندارد، مورد پشتیبانی مردم نیست و در بهترین حالت یک تابعی از سیاست خارجی خواهد بود در ایران. یعنی اگر مثلا یک زمانی خارجی ها در مورد پرونده هسته یک توافقی با جمهوری اسلامی پیدا بکنند، اون وقت این آلترناتیو دیگر آینده‌ای ندارد و اینو نمیشه به خارجی انتقاد گرفت چون پی منفعت خودشه، ولی خب به خود ما میشه انتقاد گرفت. در نتیجه این آلترناتیو به نظر من آلترناتیو مناسبی نیست. آلترناتیو دیگه آلترناتیوی است که کماکان هر گونه تغییر و تحولی رو در درون نظام میخواهد و حتی جسته و گریخته می صحبت ها میشود، بازگشت به اندیشه امام راحل، بازگشت به قانون اساسی و در حقیقت آنچه که میتونه مقبول شرایط کنونی نظام باشه. من با این آلترناتیو هم موافق نیستم به دو دلیل. یکی این که من فکر میکنم آزموده را آزمودن خطاست. ما تمام سعی خودمون رو در این مورد کرده ایم و خب هیچ دستاورد بهتری ما نداشتیم. حتی میتوان گفت که شرایط به مراتب سنگین‌تر شده از گذشته. چرا؟ چون تا به امروز، تا زمان آقای احمدی نژاد، هیچگاه حاکمیت در جمهوری اسلامی حاکمیت یک دستی نبوده، اما همیشه یکی از این چند دست در درون حاکمیت رو به سوی باز کردن جامعه داشته، نه به شکلی که مورد انتظار ماست اما در حقیقت بهتر از اون یکی. اما امروز تضاد در درون حاکمیت به قول خود آقایون تضاد بین دو نوع برداشت اصولگرایی است، یعنی دیگر هیچ امیدی نمانده است. دلیل دوم هم این هست که کسانی که طرفدار این نظر هستند در حقیقت اینطور میگویند که اگر ما هر حرفی بزنیم که اصولگرایان سرسختان نظام براشفته بشن، اون وقت هزینه برای اصلاح طلبا در کشور میره خیلی بالا. ولی خب اصلاح طلبا دیگه فعالیتی نمیتونن بکنن، اصلاح طلبا رو از حاکمیت به دور ریختن. ببینید معنی تاریخی دارد وقتی که آقایان کروبی و موسوی در حصر هستند. اینها باز هم به قول این ادبیاتی که بعد از انقلاب در ایران مد شد، اینها ستونهای خیمه انقلاب هستند، یا به قول خود آقایون باز هم دقیقتر عمودهای خیمه انقلاب هستند که در حصر هستند. حتی آقای رفسنجانی که گویا
امام راحل گفته بودن تا آقای هاشمی رفسنجانی هست من خیالم از بابت انقلاب راحت است. خب ایشون هم الان در حقیقت کنار گذاشته شدن. در این شرایط چگونه میتوان امیدوار بود که اصلاح طلبا بتونن فعالیتی داشته باشن و شرایط رو بهتر از زمان آقای خاتمی بکنن؟ پس این آلترناتیو هم به نظر من آلترناتیو پسندیده ای نیست. اما آلترناتیو سوم، آلترناتیوی است که من اونو انجمن دموکراسی نامیدهم. انجمن به همون تعبیری که فردوسی از اون استفاده میکنه. ببینید انجمن در کلام فردوسی به معنی یک سلسله مراتب، یک سازمان، یک حزب نیست. انجمن گرد آمدن است، به دور هم جمع شدن است وقتی که یک منظور خاصی وجود داره، بدون اینکه یک سازماندهی خاصی وجود داشته باشه. مثلا یک بار همه نگران سیاوش هستن، وقتی سیاوش از دربار میاد بیرون فردوسی میگوید که بازار بر او انجمن کرد. یا یک وقتی هست که بزرگان نگران آینده ایران هستند و فردوسی میگوید که هر کسی صاحب رأی بود انجمن کرد که ببینن چه نظر دادن. ببینید پس کسانی هستن که در حقیقت یک منظور دارند اما یک سازماندهی، یک سلسله مراتب، یک حزب نیست. من امروز به نظرم با توجه به مشکل اساسی ایران باید تمام ناخرسندان با هر برنامه سیاسی که دارند در مورد دموکراسی انجمن کنند و گرد هم بیایند و نیروهای خود را بر هم بیفزایند تا بتوانند تاثیرگذار باشند و دموکراسی را در ایران برپا بدارند. بدیهی است که این دموکراسی یک دیالکتیکی دارد. تا قبل از اینکه دموکراسی در ایران برپا بشود ما اختلاف بر مبنای هیچ برنامه سیاسی کار نخواهیم کرد، بلکه بر مبنای خاص دموکراسی کار خواهیم کرد. زمانی که دموکراسی بر ایران برپا بشود آنگاه برنامه های سیاسی اجازه فعالیت رقابتی دموکراتیک با یکدیگر خواهند داشت. این بس میره اونجا. حالا این یک شرط دیگه هم داره واسه اینکه این رو بگم چگونه این گزینه پیشنهادی منه و مورد پسند منه. به شرط هم که مردم به این انجمن اقبال بکنن، اقبال خودشون نشون بدن، یعنی پشتیبانی گسترده مردمی داشته باشن. و ما چطور میتونیم بفهمیم که مردم به این اقبال کردن؟ اول اینکه هر چقدر شمار اپوزیسیون گسترده تر باشه در این انجمن، این یک نوع اقباله. دوم اینکه شما در دموکراسی مردم با رأی و شمارش آرا اقبال خودشون رو نشون میدن به یک گزینه سیاسی. اما در شرایط تعطیل دموکراسی و نبود دموکراسی مثل الان مردم اقبال خودشون رو با فراخوان‌های اپوزیسیون نشون میدن. مثلا وقتی که اپوزیسیون میگوید فلان کالا رو نخرید، فلان روز تجمع بکنید، فلان روز تجمع نکنید، مردم به این حرفا اقبال میکنن. از اینجا میشود فهمید که این گزینه چقدر در ایران پشتیبانی مردمی دارد. اگر این انجمن دموکراسی با اقبال اپوزیسیون و اقبال مردم مواجه شد آنگاه رابطه با خارجی، گفتگو با خارجی فرق میکند از گزینه اولی که خدمتون گفتم، چون اینجا در حقیقت به طور مستقل در این ارتباط برقرار میشه. این پیشنهاد من بود در مورد انجمنهای دموکراسی و من فکر میکنم الان چند نشست در خارج از کشور صورت گرفت چون شرایط بسیار بسیار مشکل است در ایران. بسیاری از دوستان ما از ایران بر این صحبت هستند که شرایط برای کار در ایران خیلی مشکل است و هممیهنان ما در خارج کشور شاید بتونن فعالتر عمل بکنن. خوشبختانه من الان میبینم که نشستایی هست مثل نشست واشنگتن، نشست استوکن بروکسل، حتی نشست دوستان جمهوری خواه دیگری در تکساس، انجمن جمهوری خواهان سکولار و بسیاری از نشست‌های دیگه که الان در حقیقت به طور محاوی با پیشنهادی که من میکنم مخالف نیستن، ولی خب فعلا هر کدوم تجربه های خودشون دارن. همین اینها برای جوری تحرک در خارج از کشور در شرایطی که شرایط مبارزه و کوشش سیاسی در کشور بسیار مشکل شده است. پس بالاخره نتیجه بگیریم آقای اسدی که آلترناتیو سازی بله یا خیر؟ اگر آلترناتیو بتواند، شرط من این است، شرط اول فقط و فقط با هدف دموکراسی
و استقلال ایران، دوم پشتیبانی مردمی که این از اپوزیسیون شروع می شود تا به اقبال مردمی برسه. در این حالت است که این آلترناتیو مشروع است و می توان اونو پذیرفت و بدان پیوست. این آلترناتیو اگر فراخوان بدهند، اگر با خارجی تماس داشته باشد، اگر با نیروهای سیاسی مختلف نشست و برخاست داشته باشد، مشروع است. من مثلا میتونم در این مورد مثالهای مختلفی عرض بکنم، از دوران گذار در پرتغال، از دوران گذار در آرژانتین، از دوران گذار در لهستان، از دوران گذار در چکسلواکی آن زمان قبل از اینکه به جمهوری چک و اسلواکی تقسیم بشن. همه اینها وقتی که اینها آلترناتیف های مردمی خودمختار و مستقل شدن، توانستن رابطه های پایاپای، گفتگوهای پایاپای با دیگر نیروهای سیاسی درون مرز و برون مرز داشته باشن. من فکر میکنم که این الگوی بسیار درستی است برای ما در پیش روی ما. یک مثال دیگه میتونم خدمتتون بزنم و بحثمو تموم بکنم. ببینید حتی ما وقتی به تجربه بسیار فرخنده انقلاب مشروطیت در کشور برمیگردیم، میبینید که خیلی از نیروهای مبارز مثلا در سفارتخانه خارجی تحصن میکنن. این یک جور رابطه است با خارجی. اما آنچنان این جنبش مشروط خواهی جنبش ملی و گسترده است که هیچ عامل خارجی نمیشدن، بلکه بارها استقلال خودش رو نشون میده، حتی با تشکیل مجلس به بارها استقلال خودش رو از نیروی خارجی نشون میده و حتی انتقاد بزرگی میکنه. اما از اونجایی که این نیروی ملی شده است، از اینکه گاهی از سیاست‌های خارجی از نیروهای دیگه به نفع احسن استفاده بکنه، باکی ندارد. در حال در اصل جهان روایی نمیتوان دیوار دور خودمون بکشیم. اما اگر این نیرو را قرار است بیگانه و خارجی درست بکند، بدیهی است که آلترناتیوی است که به شکست باید انجامید. با سپاس فراوان از شما. با تشکر از فرصتی که به من دادید. باز هم با درود فراوان به هم میهنان عزیزم در کالیفرنیا، به ویژه لس آنجلس. This is IRTV, the first Iranian television program.